شبهای ورامین نوشته صادق هدایت از لای برک های پاپیتال فانوس خیابان سنگ فرش را که تا دم در میرفت روشن کرده بود آب هستکان نمی خورد درخت تیرفام کهنسال در تاریکی این اول شب ملایم و نمناک بهار به هم پیچیده خاموش و فرمانبردار به نظر می آمدن. کمی دورتر در ایوان سه نفر دور میز نشسته بودند. یک مرد جوان، یک زن جوان و یک دختر هجده ساله سگشان مشکی هم زیر میز خوابیده بود. برانگیز تار ظریفی که دسته صدفی آن جلو چراغ می درخشید در دست داشت سرش را پایین گرفته به زمین خیره نگاه می کرد و مثل این بود که لبخند می زد. تار به طور آریه در دستش بود و از روی سیمهای نازک آن آهنگ سوزناکی در می آبر. صدای بریده بریده آن در هوا موج می زد می لرزید و هنوز خفه نشده بود که زخمه دیگری به سیم تار میخورد. ولی معلوم نبود چرا همیشه همایون را می زد. یا آن را بهتر بلد بود و یا اینکه از آهنگ آن بیشتر خوشش می گاهگاهی مانند انعکاس ساز جغدی روی شاخه درخت ناله می کشید. فریدون دست در جیب نیم تنه زمخت خود کرده به پیچ و خم لغزنده دود آبی رنگ سیگار نیم سوختش نگاه می کرد. اگرچه او از سازهای معمولی به زودی خسته و کسل می شد. ولی این آهنگ را با وجود اینکه صدها مرتبه شنیده بود از روی میل گوش می کرد. به خصوص که نوازنده آن فرنگیس بود. و بدون اراده در مغز او یادگارهای دوردست و محو شده از سرنو جان گرفته بود و مانند پرده سینما میگذشت. گلناس با چشمهای خمار و خابالود نگاه حسرت به دست و پنجه استاد خود میکرد چون فریدون عقیده نداشت که او ساز بزند ولی روسا که پی کار میرفت فرانگیز پنهانی او به گلناس تار مشق میداد دو سال میگذشت که فریدون از سوئیس برگشته و در املاک موروسی زندگانی روستایی و دهقانی را پیشه خود کرده بود این زندگانی موافق ذوق و سلیقه او بود چه تحصیل او در فرنگ نیز در قسمت کشاورزی بود تازه نفس و پشت کاردار به اندازه ای جدیت به خرج میداد که در این دو سال حاصل ده او پنج برابر شده بود اگرچه ملک او در ورامین و نزدیک تهران بود ولی برای گردش در سال سه مرتبه هم به شهر نمی رفت. تمام روز را با پیراهن یخباز، باز، نیمتنه کلوفت قهوهی و کفش های نخاله با رعیت سر و کله می زد. آنها را راهنمایی نمایی می نمود و با آبادی و پاکیزگی آنجا می خوشید. تنها مایه دلخوشی او زنش فرنگیس بود که کمک او شده و به همه کارهایش رسیدگی می کرد. از صبح زود که بیدار میشد دقیقه ای از کار آرام نمی گرفت. شاید کمتر اتفاق می افتاد که زن و شوهر تا این اندازه به هم دلبستگی داشته باشند. یک بار نشد که میان آنها به هم بخورد و یا دلخوری و رنجش از هم پیدا بکنند. آن هم با زندگی محدودی که آنها داشتند. چون فریدون بجز فرنگیس و ناخواهریش گلناز هیچ خیش و آشنایی نداشت. و هرسی آنها در این ملک زندگی ساده و آرام می‌نمودند. خانه آنها عبارت بود از دو دست ساختمان که یکی از آنها قدیمی و دیگری کوش که دو مرتبه زیبایی بود که خود فریدون ساخته بود و فرنگیس هر دو این خانه ها را سر و صورت پاکیزه و آبرومن داده بود. وارد باغ که می‌شدند بوی گل در هوا پیچیده بود. سبزه ها تر و تازه همه جا شسته و رفته و پاپیتال روی دیوارها خزیده بود. همینطور که هر سه آنها متوجه ساز بودند، ناگا ساعت دیواری نو زنگ زد. فریدون به ساعت مچی خودش نگاه کرد و در همین وقت صدای تار هم خفه شد. فرنگیز تار را کنار گذاشت، بعد مثل اینکه از درد فوقلاده خودداری بکند دست روی قلبش گذاشت. دندانهایش را به هم فشرد و دانه های عرق روی پیشانی او پیدا شد. فریدون که ملتفت بود رنگش پرید ولی فرنگیس ریافه خون سرد به خودش گرفت و لبخند زورکی زد. گلناز که خوابش می آمد بلند شد و آهسته از پله های ایوان پایین رفت. از دور صدای نسترنباجی دایه گلناز می آمد که با باغبان گفتگو می کرد. فریدون خاموشی را شکست گفت فرانگیز هیچ میدونی از بس که به خودت زحمت دادی قلبتو خراب کردی من که راضی نیستم تو باید مدتی استراحت بکنی راستی دوات رو مرتب میخوری فرانگیز کمی تأمل کرد بعد با بیعتنایی گفت چه فایده داره شش ماهی که دواها جور به جور میخورم اینها بدتر آدم و ناخوش میکنه مقصود گفتم که فکر خودت هم باشی تو این خونه هیچ کس به اندازه تو کار نمیکنه اون هم با این مزاج علیل فرنگیز جواب داد که حالا که حالم بهتره چیزی نیست درست میشه میخوای فردا بریم شه حکیم اگر این دکترم چیزی بارشون نیست همش استخون لای زخم میذارن و چون پول در بردنه هرچه قسمت باشه همون میشه فریدون با بیحوصلگی گفت از بس که قسمت قسمت گفتی خفه شدم چرا اونقدر حرفای عمولی میزنی؟ فرانگیز گفت داخل پری که منکر اون دنیا شده بودی تو هم که پاک فرنگی شدی زیر همه چی زدی فریدون این که دیگه دخلی به فرنگی ها نداره اما میخوام بگم که ما بد تربیت میشیم همه ی خرابی ما بگردن گردن همین خرافاتی که از بچگی تو کلم و چپوندن و همه مردم رو اون دنیایی کردن این دنیا رو ما ول کردیم و فکر موهوم رو چسبیدیم نمیدونم کی از اون دنیا برگشته که خبرشو برای ما آورده از توی خش که میفتیم برای آخرتمون گریه میکنیم تا بمیریم این هم شد زندگی فرنگیس با حال اندیشناک گفت من فکر میکنم با وجود اینکه تو اونقدر مهربون و خوش اخلاقی چطور به هیچ چیز اعتقاد نداری؟ در میان زندگی آرام و خوشبخت آنها تنها اختلافی که وجود داشت همین مسئله بود که فریدون از بیخ عرب شده به هیچ چیز اعتقاد نداشت برعکس فرنگیس که مادر بزرگ امالش فکر او را کهنه و قدیمی بارآورده بود و به خصوص پاپه شوهرش میشد و میخواست او را مجاب بکند ولی فریدون شانه خالی میکرد. فریدون با لبخند گفت ببین باز اولش شد. من نمیخوام داخل این حرفا بشم اما خوبی و بدی آدم دخلی به مذهب و عقیده نداره. همه فتنه ها زیر سر آدمای مذهبی بوده همه جنگ های مذهبی جنگ های سلیبی زیر سر کشیش ها بوده فرنگیس از میدان در نرفت و گفت من که مثل تو حاضر جواب نیستم ولی قلبم به من گواهی میده که به جز این دنیا یک چیز دیگه هم هست اگر اون دنیا نبود پس چرا آدم خواب میدی؟ تو خودت میگفتی که با منیتیسم آدم رو خواب میکنن مگه تو اون کتاب فرانسهت عکس روح رو به من نشون ندادی به فرنگی ها که اعتقاد داری فریدون جواب داد کی گفت؟ مگه هر حرف مزخرفی که اروپایی نوشت راسته؟ اینا عقیده پیرزنه فرنگه دوباره به ساعت مچی خودش نگاه کرد خمیازه کشید و گفت ساعت نه و نیمه هر دو از جا برخواستند فرنگیس بعد از جمعآوری روی میز دنبال شوهرش از پله ها بالا رفت نیم ساعت بعد چراغها خاموش بود همه به خواب رفته بودند مگر جغدی که فاصله به فاصله ناله میکشید. دو ماه بعد فرانگیز با موهای ژولیده تن لاغر، چهره پژمرده پای چشم گود رفته یه کبود رنگ در تخت خواب افتاده بود. نه خواب داشت و نه خوراک. گاهی قلبش ول میشد، شد میکرد. می کرد. رنگ لبش می پرید، نفسش بند می آمد و به خودش میپیچید نصف شب از خوابهای ترسناک می پرید و فریاد میزد. به اندازه در زحمت بود که یک بار خواست شیشه دیجیتال را سر بکشد و اگر در همین وقت فریدون نمی رسید خودش را آسوده کرده بود. فریدون شب و روز با رنگ پریده، سیمای پریشان و چشمهای بیخوابی کشیده روی صندلی راحتی پهلوی تخت خواب نشسته بود. دقیقه ای آرام نداشت یا نبز فرنگیس را می شمرد یا گرمای تن او را روی کاغذ یادداشت میکرد یا دنبال حکیم میدوید یا قاشق قاشق شربت به او میخوراند و هر دفعه که قلب او میگرفت دنیا به نظرش تیره و تار میشد یک روز طرف غروب که فریدون بالای تخت فرنگیس نشسته بود و چشمش به چهره لاغر فرنگیس دوخته شده بود جلو روشنایی چراغ موجه های بلند او را میدید که نیمه باز مانده بود مثل این بود که لبخند میزد و آهسته نفس میکشید نیم ساعت میگذشت که به حالت اغما افتاده بود ناگاه چشمهای فرانگیز باز شد و دیوانوار زیر لب با خودش گفت خورشید پس خورشید کوه همیشه شب شبای ترسناک سایه درخت رو به دیوار نگاه کن ماه بالا اومده جغد ناله میکشه درا رو باز کنید بشکنید دیوارا رو خراب کنید اینجا زندونه زندون تو چهار دیوار خفه شدم بسه نه من کسی رو ندارم تار بزنید تار رو بیار اینجا تو ایوان توف توف به این زندگی خنده بلند کرد خنده دیوانوار چشمش را برگردانید به صورت فریدون خیره شد که سرش را نزدیک او برده بود و شانه های لاغر فرنگیس را مالش میداد و گفت آروم شو آروم شو اشک در چشم های فرنگیز پر شد و مثل چیزی که کوشش فوقلادهی کرده باشد با صدای خراشیده و خفه گفت من میمیرم اما ام اون دنیا هست به تو ثابت میکنم بعد قلبش ول شد به سختی لرزید فریدون دوید در فنجان با قطر چکان دوا درست کرد ولی همین که برگشت به او بخوراند دید کار از کار گذشته دندانهای او کلید شده و تنش کم کم سرد می شد. فریدون او را در آغوش کشید می بوسید و اشک می ریخت. نسترم باجی وارد اتاق شد. به سر و سینش میزد و زبان گرفته بود. همه اهل ده ماتم زده شدند. ولی کسی که در این میان به حالش فرقی نکرد گلناز بود که با چشمهای خمار و گیرندش همه را می پایید و خیلی که تو رو درباستی گیر می کرد دستمال کوچک ابریشمی در می آورد و جلو چشمش می گرفت. با طبیعت حساس و مهربانی که فریدون داشت این پیش آمد او را از پا درآورد. آورد. از کار خودش کناره گرفت. تمام روز را روی صندلی افتاده با حال پریشان یادگارهای گذشته جلو چشمش مجسم می شد. دو هفته به همین ترتیب بوه زده در غم و سوگواری مانده بود با چشم های رگ زده چنان می نمود که چیز را حس نمی کند و نمی بیند. در صورتی که هرچه در اطراف او می گذشت به خوبی می دید و پیوسته در شکنجه روانی بود. گلناز نخواهریش و نسترم باجی به او چیز می خورندن. کم کم حالت مالی به او دست داد. در اتاق تنها با خودش حرف می زد و پرت می گفت. تا اینکه یکی از خیشان زنش آمد و او را برای معالجه به تهران برد. عصر همان روزی که فریدون در حال خودش بهبودی حس کرد به قصد ورامین اتومبیل گرفت و هنگامی که جلو خانش پیاده شد هوا تاریک و تکای ابر روی آسمان را رو پوشانیده بود. چند دقیقه در زد بعد از دور صدای پا شنیده شد. کلون در صدا کرد. در باز شد و نسترنبازی با قد خمیده که فانوسی در دست داشت پدیدار گردید همین که فریدون را دید هراسان به عقب رفت و گفت آقا آقا شما هستید فریدون پرسید پس حسن کجاست آقا رفته همه رفتن فریدون گیج و معی بود سرش را پایین انداخت وارد باغ شد و جلو خیابانی که به عمارت سر در میآورد ایستاد از دیدن خانهش داغ او تازه شد بعد از کمی تردید به سوی کشک مسکونی خود ره سپار گردید و به سایه خودش نگاه می کرد که جلو روشنایی فانوس روی زمین بلند و کوتاه می شد. برگ خشک درخت ها را لگد می کرد. همه جا بی ترتیب جاروب نکرده شلوغ و ترسناک بود. آب حوز پایین رفته بود. دم ایوان که رسید فانوس را از دست نسترنباجی گرفت و به تأجیل از پله ها بالا رفت. مثل اینکه کسی او را دنبال کرده باشد وارد اتاق نشیمن خودش شد و در را کیپ کرد گرد و غبار روی میز نشسته بود همه چیز ریخته و پاچیده بود اول پنجره را باز کرد هوای تازه داخل اتاق شد بعد چراغ روی میز را روشن کرد و رفت روی صندلی راحتی افتاد نگاهی به دور اتاق انداخت مانند این بود که از خواب درازی بیدار شده چیزهای آنجا را از روی کنجکاوی نگاه می کرد. مثل این بود که برای اولین بار آنها را می بیند. ناگهان آهسته در باز شد و نسترنباجی با پشت خمیده و چهره چین خورده وارد شد و گفت انشالله که تنتان سالمه. ولی دون سرش را تکان داد. آخه چرا سرزده اومدی؟ شام چی می خوری؟ نمی خوردم. نسترن قیافه مکار به خودش گرفت و گفت خداوند عالمیش خانه رو بی صاحب نکنه آقا نمیدونی ما چی کشیدیم از همه بدتر نه خدایا فریدون حراسان پرسید مگه چی شده آقا هیچ چیز آخه برای حالت شما خوب نیست فریدون تشر زد بگو چی شده نسترنبوجی با حالت وحش زده گفت آقا تا حالا نزدیکی یک ماهه که شما نبودید وقتی همه خوابیدم صدای ساز میاد بلکه هم همزادشه آقا انگاری که فرنگیز خانم تار میزنه فریدون گفت چی میگی؟ حواست پرته؟ این جمله را با صدای لرزم گفت به طوری که حول و حراس او آشکار بود مثلا گفت بلا نسبت شما من که به این گیس سفیدیم دروغ نمیگم از خودم که در نعی بردم عالم و آدم میدونن دیگه کسی تو این خونه بند نمیشه باغبان با حسن هر دو فرار کردم من رفتم دعای بیوقتی برای خودم و گلی خانم گرفتم ترسیدم از ما بهترون به ما صدمه برسونن آقا اول سگمون مشکی مرد من گفتم غذا بلا بود بعد همون ساز همونجور که خانم میزد همه میگن این می خونه جنی شده فریدون پرسید کی توی امارته؟ شبا کسی اونجا میخوابه؟ مثل پیشتر من و گلی خانم اونجا هستیم کلید در تالار که به باغ باز میشه پیش کیه؟ پیشی گلی خانم روی سر بخاری گذاشته آقا ما هممون عزا داریم بلا نسبت کسی اینجا ساز نمیزنه کسی جرأت نمیکنه بره تو اتاق تالار فریدون با بیصبری پرسید ناز چی میگه آقا دخیلتونم من ترسیدم گلی خانم حول بکنه خب دختره جوونه بهش بروز ندادم امشب سرش درد میکرد رفته خوابیده ماشاله خوابش هم سنگینه اگه دنیا رو آب ببره اونو خواب میبره اگه میدونست که شما میه هرگز نمیخوابید تفلکی حالا میترسم تنهاش بذارم بعد دولا دولا رفت فانوس را برداشت دم در رویش را برگردانید و گفت آخو شام خوردی رخت خوابتونو رو درست کنم لازم نیست تو بالا پی کارت منو تنها بذار هزار جور اندیشه های موهوم و بی سر و پا جلو فریدون نقش بست و خودش میگفت شبها تار میزنه همون آهنگ که فرنگیس میزد نوکر و باغونم رفتن سگ مرده به دشواری نفس میکشید سایه های خیالی جلو او میرقصیدند چشمش افتاد به قالیچه بدنه دیوار که عکس حضرت سلیمان روی آن بود سه نفر به سر دست به سینه کنار تخت او ایستاده بودند زمینه قالیچه پر شده بود از اجده ها. جانوران خیالی و دیوهای خندآوری که روی تلشان خال سیاه داشت و قرمز به کمرشان بود این نقش که پیشتر او را به خنده میانداخت حالا مثل این بود که جان گرفته بود او را میترسانید بدون اراده بلند شد چند گامی به درازای اتاق راه رفت جلو در اتاق مجاور ایستاد دسته آن را پیچان در باز شد در تاریکی دید دو تا چشم درخشان به او دوخته شده است قلبش تند شد پس پسکی رفت چراغ را برداشت نزدیک آورد دید گربه لاغری از شیشه شکسته پنجره بیرون جست نفس راحت کشید اینجا اتاق شخصی فرانگیز بود روی میز گلدان را با گلهای خشکیده دید نزدیک رفت آنها را ما بین انگشتانش فشار داد خرد شد روی میز ریخت. اشک در چشمش حلقه زد بوی بنفشه در هوا پراکنده بود همان عطری بود که فرنگیس دوست داشت پاپوش ها های او را زیر نیمکت دید. پیچه او با نوار آبی به گل میخ پرد بود. همه چیز خودمانی و دست نخورده سر جای خودشان بودند ولی صاحبش آنجا نبود. نه او نمیتوانست باور کند که فرنگیس مرده. هر دقیقه او میتوانست در را باز کند و وارد اتاق خودش بشود. ناگاه چشمش به ساعت روی بخاری افتاد. از زور ترس خواست فریاد بکشد. دید اغربک آن سر ساعت هفت و ده دقیقه ایستاده اما ساعتی که فرانگیز روی دستش جان داد عرق سرد از تنش سرازیر شد چراغ را برداشت و به اتاق خودش برگشت ولی می ترسید پشت سرش را نگاه بکند سیگاری آتش زد و روی صندلی افتاد این افکار تلخ سر او را توهی کرده بود تن او را از کار انداخته بود و اش را بیهز کرده بود باز یاد حرف نسران افتاد که گفت همزاد پرنگیز شب و میزنه وضعیت مرگ زنش را به یاد آورد که به جای وصیت با لحن تهدیدآمیز به او گفت من میمیرم اما اون دنیا هست به تو ثابت میکنم آیا روح هست؟ بلکه روح اوست که برای اثبات آن دنیا می آید و می خواهد به من بگوید که آن دنیا راست است اما روحی که ساز می زند بلند شد از قفسه دیوار کتاب احزار ارواح فرانسه را بیرون آورد گرد آن را فوت کرد نشست و سرسرکی ورق می زد چشمش افتاد به این جمله اگر در مجالس احزار ارواح ساز ملایمی بنوازد به تجلی روح کمک خواهد کرد. دوباره برق زد جای دیگر نوشته بود او زاپیو پالادینو میانجی سرشناس ایتالیایی انگامی که به حالت اغما میافتاد پشت پرده سر او باد می کرد جلو میآمد. صدای تلنگر از در و دیوار میبارید بارید. می استکان می خورد. سندلی می ماندلین در هوا معلق می و ارواح با آن ساز میزدند. کتاب از دستش افتاد. وهم و حراس مرموزی به او دست داد زیر لب با خودش می گفت، آیا روح ساز می زند؟ آیا راست است؟ شبها های تار بزند لابد آن دنیا هست همایون آری همان همایون را میزند نه به این سادگی نیست و در همان حال حس کرد که تنها نیست بلکه روح فرنگیس در نزدیکی اوست و با لبخند پیروز مندانه به او نگاه میکند از پنجره نگاهی به امارت روبرو رو انداخت همانجا که شبها تار میزند ولی دوباره با خودش گفت منو بگو که حرف خال زنکار باور میکنم هنوز که صدایی نشیدم خبری نشده شدم مثلا از خودش در برده از اون دنیا دلم به هم میخوره اگه بنا بود مردم بیان همون ستیها، همون سرگرمی همون شهوت و فکر زنده ها رو داشته باشم اگر اونا باز دلنگ دلنگ تار بزنند همون که کاری های روی زمین که خیلی بچگان است نه پیداست که این دل خوش کنه کارو مردم از خودشون در بردن اصلا ناخوشی من ضعیف کرده فردا صبح باید پرد از روی این کار بردارم تار رو میارم تو همین اتاق تا ببینم زنندی اون کیه در این وقت صدای وزوز تویلی چورت او را پاره کرد دید مگس درشتی دیوانوار خودش را به چراغ میزد فتیل پایین میکشید و دود میزد بلند شد سیگار دیگری یاتش زد دید نفت ته کشیده چراغ را فوت کرد اتاق تاریک شد در خودش احساس آرامش کرد صندلی راحتی را جلو پنجره کشید دستش را روی درگاه تکیه داد و بیرون نگاه می کرد، امارت تاریک و مرموز جلو او بود صدای وزش باد میآمد که برگهای خوش را از این سو با آن سو کشید، سایه درختها مانند دود قلیز و سیاه بود و شاخه های لخت آنها مانند دست های ناامیدی به سوی آسمان توهی دراز شده بود. افکار پریشان و ترسناک به او حجوم آورد. ناگاهان هیکل خاکستر رنگی به نظرش آمد که از لاگ درخت ها آهسته می لغزید. گاهی می استاد و دوباره به راه می افتاد تا اینکه پشت امارت کهنه ناپدید گردید. فریدون با چشم های از هدقه بیرون آمده نگاه می و به جای خودش خشک شده بود. ولی سر او درد می تنش خسته و خرد شده بود. افکارش کم کم تاریک شد. چشم به هم رفت. به نظرش آمد که در بندر مارسی در رقاصخانه کثیف و پستی بود گروهی از کشتیبانان گردن گیرها و عربهای بددک و الجزایر کنار میزها نشسته بودند شراب می نوشیدند و صحبت می کردند. دو نفر با شالگردن سرخ و پیراهن پشمی چرک یکی از آنها بانجو می زد و دیگری ساز دستی زنهای چرک با لبهای سرخ غرق بزک در میان با لاتها می یک مرتبه در باز شد فرنگیس با یک نفر عرب پا برهنه که ریخت راه زنان را داشت دست به گردن وارد شد با هم می خندیدند و به او اشاره می کردند فریدون از جایش بلند شد ولی دید همه مردم بلند شدند و سندلی ها را به هم پرتاب می کردند. گیلاس های شراب به زمین می خورد و می شکست. عربی که وارد شده بود کاردی از زیر عبایش در آورد. یخه یک نفر را گرفت و جلو کشید سر او را برید. ولی آن سر همینطور که در دستش بود و از آن خون می ریخت با صدای ترسناکی می خندید. در این بین سه نفر پلیس ششلول به دست وارد شدند. همه آنها را جدا کردند و بیرون بردند او مات سر جایش ایستاده بود نگاه کردید فرنگیس هم آنجاست موهای مشکی تابدار خودش را پریشان کرده بود لاغرتر از همیشه رفت ساز را از روی میز برداشت و به همان حالت خسته و همانطوری که همایون را میزد سیمهای ساز را کشید و اشک از چشمهایش سرازیر شده بود فریدون حراسان از خواب پرید عرق سرد از تنش اول به خیالش کابوس است چشمش را مالاند ولی صدای ساز را میشنید صدای تار مانند گریه بریده بریده در هوا موج میزد هر زیر و بمی که میشنید تار و پود وجودش از هم پاره میشد صدای خفه و نامساعدی مانند ناله به گوش او میرسید این همان همایون بود که فرنگیس دوست داشت توده ابرهای سیاه مایل به خاکستری طلوع صبح را اعلام می کرد. نسیم خونکی میوزید سایه کوههای کبود تیره در کرانه آسمان مشخص بود و صدای پای عصبی که با سم خودش زمین طویله را میخراشید شنیده میشد فریدون از جا برخواست پاورچین پاورچین از پله دالان پایین رفت چون چشمش به تاریکی آمخته شده بود از پله ایوان هم پایین رفت و با احتیاط هرچه تمامتر به امارت کهنه رسید. صدای ساز را خوب می شنید. قلبش تون می زد به طوری که تپش آن را حس می کرد. در اتاق نسترم را باز کرد. از در دیگری که به دالان باز می شد بیرون رفت. دقت کرد. صدای ساز خاموش شده بود. در ده قدمی او در تالار بود. همانجا که ساز می زدند. نزدیک رفت. و از جای کلید نگاه کرد. تعجب او بیشتر شد. چه دید که یک شمدان روی میز میسوخت و چفت در از بیرون باز بود. در زم صدای دو نفر را که با هم صحبت می کردن شنید. بی اختیار تنش را به در زد. صدای شکستن چوب و چیزی که به زمین خورد و فریاد ترسناکی از درون اتاق شنیده شد. فریدون با موشت های گره کرده به میان اتاق جست ولی از منظره ای که دید سر جای خودش ماند. مردی با لباس خاکستری، صورت سرخ، گردن کلفت و اندام نتراشیده روی نیمکت والمیده بود. گلناس خوشگلتر و فربهتر از پیشتر با پیراهن خواب و موهای ژولیده و به حالت بهت زده ایستاده بود و تار فرنگیس با دستی صدفی جلو پای او شکست و افتاده بود. آن مرد با چشم های ریزه براغش نگاهی به سر تا پای فریدون کرد. سپس بدون اینکه چیزی بگوید بلند شد سرش را پایین انداخت با پشت خمیده و گام های سنگین از در دیگر که به باغ راه داشت بیرون رفت. فریدون دستهایش را به کمر زده بود قه قه می و به خودش میپیچید با خنده ای ترسناک. همه اهل خانه جلو در اتاق جمع شدند ولی کسی جرأت پیش آمدن نداشت به قدری خندید که دهنش کف کرد با صدای سنگینی به زمین خورد به طوری که تا چند دقیقه بعد چلچراغ می لرزید. همه گمان میکردند که فریدون جنی شده اما او دیوانه شده بود